زندگی پروین و فرزندانش در یکی از بخش‌های مرکزی کابل تنها گوشه‌ای از ناداری و فقر باشندگان این شهر است. اتاق کوچکی در انبار یکی از ساختمان‌های رهایشی خانه خانواده شش نفری پروین است. کودکان قد و نیم قد او در همین اتاق قد بلند کردند و اکنون که مادرشان بیمار است کار شاقه می‌کنند. تو وقتی هم شده که یک روز دو روز هم مانا نیافتیم. این یکان تارا که شتوکای میبینه گوشت میگرن، مثلا یکان چیزای میوه و سهی میگرن، میان با ما مادر میگن این تو این بچه صبر به خدایتان کنی. فاطمه که 13 سال است با کارگری در خانه های سرمایه‌داران نان‌آور این خانه شده است. او میگوید که کارهای شاقه برادرش را نیز بیمار کرده است و از مجبوری کارگری میکند. مادر ما نمیخوایم از دست بدیم، خاطر که تکلیف داره، اما دار ندار ما یک مادر است. فقر و تنگدستی بیشترین قربانی را در بخش‌های دوردست کشور و از روستانشینان و کسانی می‌گیرد که در منطقه‌های درگیر جنگ زندگی می‌کنند. اطلاعات اداره ملی احصائیه و معلومات نشان می‌دهد که حدود نیمی از جمعیت افغانستان زیر خط فقر زندگی می‌کنند و ولایت‌هایی چون هرات، بادغیس، فرا، نیمروز، جوزجان و سرپل به علت کاهش بارندگی‌ها در سال روان گواه خشکسالی‌ها خواهند بود. سطح فقر در سال 1399 47.1% برآورد شده و میزان تورم 2.3% است که به نسبت سال گذشته شاهد افزایش تورم هستیم. فدراسیون بین المللی جمعیت های صلیب سرخ و هلال احمر با نگرانی از افزایش فقر در افغانستان نوشتند که در سال 2021 میلادی به دلیل خشکسالی یک سوم از جمعیت افغانستان بدون غذا خواهند ماند و اقدام فوری برای مقابله با این کار لازم است. آنچه که اتفاق میفته است که وضعیت بیکاران در کشور بسیار بسیار بغرنجتر و نگران کننده تر میشه. همزمان با این یک نهاد مددرسان به شماری از کودکان نادار در کابل مواد غذایی کمک کرده است. وضعیت افغانستان قدر خراب است که کاربار نیست در این کشور. فدراسیون بین المللی جمعیت های صلیب سرخ و هلال احمر می گوید که برای مقابله با بحران بشری در افغانستان نیاز است تا 7.5 میلیون دلار برای تامین مواد اصلی غذایی و تامین زندگی 210 هزار خانواده در ولایت هایی که از خشکسالی صدمه می بینند فراهم شود.